دوباره ما یک باکس نقد گذاشتیم. محسن چاوشی، روزبه بهمانی و شادمهر عقیلی بیشترین درخواست رو داشتن برای نقد شدن کارهاش. خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. امروز میخوایم راجع به سه تا موزیکی که به تازگی منتشر شدن صحبت بکنیم. به ترتیب کجا بودی از محسن چاوشی، گلوله خوردن از روزبه بمانی و دست من نیست از شادمهر عقیلی. قرار کلی داستان داشته باشیم، قطعا برنامه جذابیه. سلام، من علی حسین پور هستم، یک علاقه من به موسیقی و محتویاتش. کارشناس موسیقی نیستم و تنها تجربه بیشتر از 30 سال گوش دادن به موسیقی خوب و بد رو باهاتون به اشتراک میذارم. قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنیم، لطفاً کانال یوتیوب رسانه موزیکلند رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو فعال بکنید تا به محض اینکه ویدیوی جدیدی منتشر میشه با خبر بشید. اگر هم فکر میکنید محتوای این رسانه میتونه برای دوستانتون جذاب باشه، لطفاً ویدیو رو با اونها هم به اشتراک بذارید. به رسانه موزیکلند خوش اومدید. کجا تو کردی کجا بستی رو یادم هست، نه جونمو بگیر نه پای من بمیر، دست من نیست تو عزیز جونمی، خودت نمیدونی همه بود. از کجا بودی شروع میکنیم، کاری که برای تیتراژ سریال خسوف به کارگردانی مازیار میری تهیه شده. ترانه حسین قیاسی، ملودی محسن چاوشی و تنظیم اشکان عرب. کاور آرت زیباست، تلفیق دو رنگ سیاه و قرمز که نشانه تباهی و خونه، روز قرمز که میتونه یک نماد عاشقانه باشه و دستی که زخمی کرده با ترانه مرتبطه. ما باید همیشه منتظر باشیم چاوشی و یا مهدی یراحی یک کار بدن بیرون تا یک کاور آرت مرتبط ببینیم. ترانه حسین قیاسی 5 خط عاشقانه خوب بود. فکر میکنم این چهارمین و پنجمین باریه ما کاری رو توی برنامه نقد موسیقی روز داریم و ترانهش از حسین قیاسیه. کارهایی که با احسان خواجه امیری، علی زند وکیلی و علیرضا قربانی انجام داده بود رو فکر میکنم قبلا هم نقد کردیم. حسین قیاسی کارش رو بلده و بلدتر از اون محسن چاوشیه که ترانه خوب رو میشناسه. حضور ذهن ندارم که محسن چاوشی کاری رو با کلام ضعیف اجرا کرده باشه. این ترانه هم همون عاشقانه تلخی بود که باید باشه. هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موهاتو وا کردی کجا بستی رو یادم هست. ترانه زیباست و نظر من رو به خودش جلب کرد. اسم عوامل رو نخوندم ولی وقتی فهمیدم کار حسین قیاسی متوجه شدم خوبی کار از کجا آب میخوره. تبریک میگم به حسین قیاسی. در مورد ملودی نمیدونم بگم خوبه یا بد. خوبیش اینه که ملودی های محسن چاوشی امضای خودش رو داره، ولی دو تا بدی هم داره. اولا که بسیار تکراری شده روی این چرخش آکورد و همین تم. دوم این که یه کاری با ترانه میکنه جدیدن که حس ترانه رو منتقل نمیکنه. البته که ملودی کورسش رو دوست داشتم، اما ملودی اول کار حالت مقطع خوندنش رو اصلا نمیتونم حذف بکنم. هر واژه بار معنایی مجزایی داره، باید لحن ادا کردن کلمات درست باشه وگرنه یه جای کار میلنگه. اینم بگم که بارها از ما سوال شده که محسن چاوشی صداش دستگاهی هست یا نه. من جواب این سوال رو یکی دو بار دیگه هم داده بودم. صدای محسن چاوشی دستگاهی نیست، اما صدای واقعیش هم نیست. در واقع خشی که توی صداش هست رو با هنجره صدا سازی میکنه که ده شصتی ها میدونن. یه خواننده آلمانی هم بود به اسم الکس که اون هم این کار رو انجام میداد. این صدا سازی رو با هنجره نمیشه یکی دو ساعت مداوم انجام داد و شاید یکی از دلایل کنسرت اجرا نکردن چاوشی هم همین باشه. در مورد تنظیم اشکان عرب هم تنظیم ساده ای بود، سازبندی خاصی هم نداشت، اما گیتار الکتریکی که استفاده کرده بود بسیار زیبا بود و فکر میکنم نوازندگی عادل روحنواز بود. در مجموع بخوام بگم کار رو دوست داشتم. به غیر از ملودی اولش پیشنهاد میکنم حتما بشنوید و حتما نظراتتون رو توی بخش کامنت ها درباره کجا بودی از محسن چاوشی برامون بنویسید. داری اگر رفتی، اگه حرفامو یادت نیست، ولی منی کجا بودی با صدا و ملودی محسن چاوشی، ترانه حسین قیاسی و تنظیم اشکان
عرب، تیتراژ سریال شبکه خانگی خسوف به کارگردانی مازیار میری و تهیه کنندگی همایون اسعدیان. سریالی که من دارم خودم دانلودش میکنم و البته نگاه نمیکنم به رسم تمام سریال هایی که نمیبینم تا تمام بشه پایانش که پای سر هم نگاه بکنم، که البته خب نقدای خوبی راجبش شنیدم. حالا این تیمی که یک سریال موفق ساخته سراغ یک خواننده کارکشته کارآزموده در عرصه تیتراژ میره که محسن چاوشی باشه و خروجی‌هاش هم معمولا موفق بوده. ترانه روی ملودی نوشته نشده، ترانه حسین قیاسی ترانه آماده است که ملودی روش ساخته شده، که تا پیش از ترجیبند اصلا معلوم نیست ملودی هست یا نیست، که شاید برمیگرده به میزان وسعت و توانایی صدای چاوشی، محسن چاوشی، که البته توانایی و وسعت دلیل بر خوب بودن یا بد بودن این صداهای وسیع و توانایی هم داریم که خوب نمیخونن، اما چاوشی از اینقدر صدا در واقع داره 10 برابر برداشت میکنه. به نظر من این یه هوشمندی میخواد که همیشه راجع بهش حرف زدم. تنظیم هم با توجه به سازهای در واقع زندهی که درش در واقع استفاده شده تنظیم خوبیه. ترانه خیلی ترانه زیباییه و چند خط زیبا داشت. حالا بخوام دقیق اشاره بکنم یادم نیست، اما خب بشنوید متوجه میشید که منظورم کدوم خط هست. و حسین قیاسی رو بهتر از گذشته دارم میبینم. ملودی های محسن چاوشی همچنان همون داستانی که هست و آنچنان، یعنی در واقع زحمت رو به دوش ترانه سرا و ترانه خوب میذاره تا رو خودش بذاره یا ملودی خوبی بسازه. با تنظیم هم تنظیم خوبیه، کار طبق معمول همیشه محسن چاوشیه، المان های مورد علاقه اونو داره، اما خب نمیتونم بگم که ترک مورد علاقه من از محسن چاوشی هست. و من فکر میکنم که آرتیست ها در ایران به محض اینکه به یک در واقع راحتی میرسن و به یک اطمینانی در حفظ جایگاهشون میرسن، یه اون زحمتی که قبلا پیش از معروفیت یا در اوایل معروفیت داشتن اون زحمت دیگه نمیکشن. از نمونهش هم در این کار هست، ولی خب کار شایسته‌ایه، کار زیباییه. در این قحطی ترانه خوب غنیمتیه همچین کاری، ولی خب من اگر بخوام به این کار نمره بدم از 10 نمره 7 رو میدم، یعنی به نظرم بیشتر از 7 وارد فاز خیلی خوب و بعدم 9 و 10 وارد فاز خیلی عالی میشیم. در مورد نقد کار نظر دیگه ای ندارم.